یک تا سلام و سلامتی بر هر یکتان همتنای عزیز. خدا کنه که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه های سراچه. امید دارم که یک هفته تان به خوشی سپری شده باشه و جمعه شب که آغاز شده شما منتظر برنامه حتما هستین. جای مهمان خالی هست ولی حتما در برنامه دعوت میشن که بیاین. من امشب میزبان یک تن از کارکشته های نظامی هستم عزیزا، یک چهره آشنا، کسی که سالهاست شما میشناسینش و با کارهاش آشنایی دارین. من عکسش نشان میدم ببینم که کیها حدس میزنن که ما درباره کی صحبت میکنیم. بله، خودش از حدس و گمانتان کاملا دقیق بود. جنرال صاحب خاتول مهمان ما هست. لطفاً جنرال صاحب دعوت میکنم که به استودیو تشریف بیارن. خوش آمدین بسیار زیاد. سلام عثمان جان، خوب هستید؟ یک سلام جداگانه، یک دست تعظیم برای قوای سرقماندان قوای مسئله جمهوری اسلامی افغانستان، با مردم عزیز با غیرت افغانستان، برای تمام نظامیانی که در افغانستان از قوای مسئله ما خارج از مرز افغانستان از داخل هستند، در خورا و قصبات هستند، متقاعدین نازنین ما، متخصصین نازنین ما، و از اطفال گرفته تا نوجوانا، پیرا، بزرگا، امیدوار هستم همشان صحتمند باشن و از گزند روز به دور باشن. بسیار خوش آمدین به برنامه جنرال صاحب. خوشحال هستم که امشب شما را در برنامه دارم. انشاءالله که یک برنامه فوق العاده داشته باشیم. تشکر، سلامت باشین. زنده باشین. قلبا من اظهار سپاس میکنم. خواهش میکنم. از خودت جان، از همکارای نازنینت که پشت تریبرون هستن، پشت کامره هستن، از رئیس بتون، از همتون قلبا اظهار سپاس میکنم که از ما دعوت کردین. امشب قرار است که بسیار موضوعات را دریچه‌اش باز کنیم و صحبت کنیم جنرال صاحب. از آمدنتان به نظام گرفته تا مقایسه نظام گذشته تا امروز، تا ای که یک زنی که در افغانستان سنتی ما و شما چطور قد بلند کرد و آمد به نظام و در پهلوش درباره زندگی شخصی خودتان صحبت‌های خود داشتیم که مطمئناً دوستا هم بیشترشان منتظر هستند درباره شما معلومات بیشتر پیدا بکنند. تشکر. از همه اولتر میخواییم بفهمیم که در بین این همه قدر مسلک ها چطور شما علاقمند مسلک چتربازی شدیم؟ من نظر به شوق علاقی که به سپورت داشتم و از طریق مکتب و جلب و جذب شدیم. وقتی که ما با پاراشوت رفتیم، چون امی مسلک ما هم امی چتربازی ما با نظام تج میکرد، تیاره مربوط نظام بود، چتر مربوط نظام بود و سخت خود ما هم عاشق نظام و نظامیان خود بودم، عاشق وطن خود بودم، عاشق مردم خود بودم. دیگه بناهن در رشته نظامی درس خوندم و خود رساندم. دقیقاً چه سن و سال داشتین که تصمیم گرفتین، جرأت به خرج دادین که معال وقت صحبت میکنم دربارش خودم یک رقم میشم میترسم بیهی، جرأت به خرج دادین تا ای که از فضا پرتاب کنین خدا بر روی زمین؟ هر رشته، هر مسلک و هر وظیفه که یک انسان میخواه در او هر سه قدم بگذاره، قدم اوچت کنه، او 100% اول عشق داشته باشه، محبت داشته باشه و جرأت داشته باشه. قسمی که خودت حالا یک ژورنالیست هستی، بله، و صحبت میکنی، جهان میبینی، ده این طبعا یک جرأت میخواه. خود مایک یک سام داره، داره یا نداره؟ بله، طبیعتا. خود کامره هی هم یک سام خود داره و هر رشته در هر عرصه که باشه 100% او مشکل خود و یا
بعضی کارهای دیگه خود داره، مگر انسان کوشش کنه خود برسونه با مو عشق خود، با مو کار خود، بله، با مو وظیفه خود، مگر با صداقت، با دلیری، شجاعانه، صادقانه و با بسیار صمیمیت کوشش کنه گام اوچت کنه و خود برسونه. و انشاءالله هر کس که کار کنه صادق باشه و 100% میرسه. اولین باری که از طیاره خود پرتاب کردین به طرف زمین ترسیده بودین؟ والا اگر بگویم ما اگر بگویم نی مشکل است، با خاطر از اینکه خیرخانه وقت داشت بود، خیرخانه خال نام خدا میبینین که ما فشن ترین خانه ها هم اونجاست، همه چیزش از هر بله. نگاه واقعا هزارها بار جای شکران است که افغانستان ما بسیار رشد کرد. افغانستانی که از صفر شروع کرد، یعنی افغانستان بله. یک گودال ویرانه بود، بسیار بسیار زیاد رشد کرده، بسیار بسیار زیاد ترقی کرده. خوب و خیرخانه دشت بود، به می دشت خیرخانه ما پرتاب کردیم، پرتاب پاراشوتی. ارتفاع چقدر بود؟ خوب پرتاب های جبری بود، پاراشوت ها انواع و اقسام را داره، پاراشوت دال هشت بود، شلدار بود، تی چار بود، تی پانزه بود، تلکا بود، پاراشوت بار بود، پاراشوت بریک بود، انواع و اقسام پاراشوت ها بود. وقتی که ورزشکارهای پاراشوتی پرتاب ها را شروع کردن و ما هم پرتاب کردم، چون وزنم کم بود آرام آرام طرف زمین فرود بیامدم. به می لحظه چون از خانه پت رفته بودم بسیار ترسیده بودم از خانه، از والدیم، که خدا اینجا نکدام زینه است، نکدام کمکگری است، من خود ملحق در فضا مانیم، خانه چی خواد گفت که چی شد دیگه. و امی مشوق ما واقعا در قدم نخست اولین پرتاب ما بود. وقتی که من نشست کردم به زمین بسیار راحت، بسیار آرام و بسیار مقبول نشست کردم. کلمه تانه خوانده می آمده اینت من دیگر؟ والا هیچ چیز دیگر در یادم نبود، فقط تپ و تلاش روشتم که من باید زودتر به خانه برسم. فامیل یادتان می آمد؟ فامیل، از فامیل ترسیده بودم، مگر خوشبختانه بهترین پرتاب کردم، بسیار خوب پرتاب کردم، بسیار یک نشست عالی کردم. گفتین که به شکل اجباری بود، چرا؟ پرتابای اجباری؟ چون شما در حالت تمرین بود، تمرین درس میخواندین. در حالت تدریس بود، در وقت درس بود و یک پروسیجر داره که در پاراشوتیستا در قدم نخست پرتابای جبری یعنی تعلیمی اونا رو میکنن که چتری از اونا رو تیاره باز میکنه. خود همی چتره که اینا میپوشن، این چتره تیاره باز میکنن توسط چنگک و آیستا آیستا که از این پروسیجر خارج شد، یعنی توانست با راحتی پرتابای خود تکمیل کرد، درست به جا رسید، بعدن پشت از او باز پرتابای آزاد است، پرتابای آزاد پاراشوتیست که او را پرتاب میکنن یا چترشان توسط آلی کپسی که در بغلشان از توسط از او باز میشه و یا اگر آلی کپسی هم نباشن میتونن توسط حلقی که در پیشروشان است توسط از او حلقه چتر خود باز. آفرین به جرأتتان والا، آفرین به جرأتتان. این پرتابی را که شما میکنین هر بارش یک ریسک گرفتن است، یک خطر کلان است که احتمالاً پاراشوت شما باز نشه، احتمالاً خدای نخواسته کدام اتفاق دیگه نیفته، دستتان نشکنه، پایتان نشکنه، در پایین آمدن جای اشتباه پایین نشین. هر بارش همین رقم برتان راحت بوده یا با ترس؟ بهترین سوال را کردی. واقعاً چتر بازی با سر بازی کردن است. والا براستیه. خصوصاً هر جمپ و یا هر پرتابی که ما کردیم از سر خود گذشتیم. جزئی ترین اشتباه در چتر بازی باعث مرگ انسان، باعث کسر پا یا دست یا از کمر میشه. خصوصا در افغانستان ما که دیگه مملکت ها خوب هستن، ترقی کردن، اونا جمپ دارن، تخت های جمپ دارن،
میزای جمپ است، از هر نگاه بیمه هستند. در افغانستان نازنین ما بازم هزار بار شکر است که به می حالت هم توانستیم خود به یک جای برسانیم. واقعا بسیار زحمت کشیدیم حسنا جان، آنقدر زحمت کشیدیم، آنقدر مشکلات متقبل شدیم که یعنی اگر هر قدر بنویسم هر قدر بگویم باز هم کم است. قصه هایتان داره شیرین شده میره و من هم مشتاقتر به این که سوالات خود جوابش بگیرم. زیاد سوالات از ذهن من است. این مشکلاتی را که گفتین چی است؟ چه رقم بوده؟ چطور با این مشکلات شما مبارزه کرده تانستین؟ یک وقفه میگیریم، برمیگردیم روی از این موضوعات گپ میزنیم. موافق هستین با من؟ خوب گپ است. بهترین گپ است. ما وقفه میگیریم، اما شما نوشیدن جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان اکسپول انرژی درینک هم فراموش نکنید. تشکر از اینکه حمایت کننده برنامه هستند. وقفه و بعد از وقفه برمیگردیم با شما دوستا هستیم. شما بیننده برنامه سراچه هستین و تشکر میکنم از همراهیتان. امشب در برنامه جنرال صاحب خاتول را در برنامه دارم، کسی که تا این دم صحبتهایش شما شنیدین عزیزا، بسیار گپای شیرین و بسیار گپای چی میگن خاطره برانگیز که از گذشته ها داشتن و از چتر بازی و اینا صحبت کردن تا این دم. بیشتر درباره خانواده صحبت کردیم کمتم. بیشتر خودت گفتی؟ گفتی بیشنی بسیار شیرین صحبت کردی. بله. خودت شیرین هستی که بسیار شیرین مشنوی. آی جان. مهمتر از همه چیز این مهربانی شماست. شما را از هر کسی درباره تان پرسیدم درباره مهربانی هایتان صحبت کردن. سلامت باشی. امین نازنین ها بودن که مرا رساندن. واقعا. قربانتان. من مردم افغانستان را بیعت دوست دارم. بسیار سخت برشان احترام دارم. خصوصا به بزرگای ما. برای کلانای ما. بسیار سخت احترام دارم، چرا اونا کتابی هستن که هر لحظه میخوایم پیششون بشینم. بله. و از اونا یک چیز بیاموزم. بله. از خانواده صحبت کنیم. در اوایل که تصمیم گرفتین این رشته را انتخاب کنین، کسی از خانواده ممانعت نکرد؟ حسنا جان نازنین، من آتش پرچه کابل زمین هستم. واقعیتش برات میگم و از یک خانواده بسیار مترقی و روشن فکر که هیچ بی‌سواد ندارن. نام خدا. سطح دانششون بسیار بلند است و یک فامیل سرمایه‌دار وقت بودن. البته لنگنی سابقه. فامیل بسیار روشن بود، فامیل بسیار رسیده بودن، فامیل خارجی دیده بودن، داخل خارج بسیار دیده بودن، تحصیلات عالی داشتن و اونا با وجودی که از یک نگاه والدین بسیار ایراد داشت و میگفت اوگار نشی، مشوق ما بودن، با جرات ما، با دلاوری ما، با واقعا با همه چیز ما افتخار میکردن و با ما رویه میدادن. یعنی واقعا از مردای خانواده بگوین. اولا مردای نازنین خانواده ما هم همشان مترقی هستند، همشان روشن فکر هستند، سطح دانششان بسیار بلند هستند، همشان داخل و خارج دیدن و میفهمن، درک دارن. چی جالب در افغانستانی که خانما وقت تصمیم میگیرن به یک کار، بازو هم یک کاری که تابو باشه، چقدر با ممانعت ها روبرو میشن. حتی کسایی را که هیچ اصلا باور آدم نمیشه که اینا در روز بدت و در روز بدت خو هیچ وقت به دردت نمیخورن، در روز خوشیت هم یگان دفعه دورم طرفت نمیکنن، باز اونجا صاحب آدم میشن. یک تصمیم میگیرن، میان با خانواده شریک میسازن که کار از این مناسب نیست یا این کار از این به جامعه ما و شما نمیخونه. اینا می تو یک گپای اتفاق. والا حسنا جان سابق این موضوعات نبود. یک افغانستان بسیار مترقی داشتیم. خب بسیار خوب، یعنی ما از گذشته ها صحبت داره. بله. مردم بسیار که سطح دانششون بلند بود. یعنی وقت براتون بگویم در وقتی که سرویس ها می آمد تاکی خانم بلند نمی شد در موتر، مرد ها بالا نمی شدن و به زن بسیار یک احترام خاص قائل بودن. به زن ها بسیار احترام داشتن. شما یقین کنین که در وقتی که در موتری که
زن می بود و موتر تلاشی نمی کردن. با احترامش اینقدر احترام داشت. در رو قریه، در رو خانه که کلای نظامی می بود و قریه و خانه را تلاشی نمی کردن. اینقدر یک احترام خاص بود، اینقدر یک محبت بود، یک صمیمیت بود. در جریان صحبتهایتان من هوش فکرم به طرف ازی شد که اگر کدام وقت امی فراشوت چتر باز نشه چی اتفاق میفته؟ شما که خودتان تجربه ازیرا داشتین چی احساس براتان رخ میده امو لحظه میشه که شریک بسازین با دوستا؟ اسنا جان خان تشکر. در سابقه ما مسابقه داشتیم در بلغاریا. خب در بلغاریا مسابقه داشتیم و 6 نفر در تیم ما پاراشوتیستای ورزشکار بودیم. همش خانما؟ خانما نبود، نه خیر نی. واقعا چترها رو بسته کردیم و جشن بود دیگه. ما در اینجا 2 چتر بسته کردم، چون رنگای چتر ما بسیار مقبول بود. ترینر تیم خودم بودم، حرکت کردیم و تیاره یک مانور گرفت، از شروع لوژ حرکت کرد و ارتفاع گرفت، بلند شد. حسنا جان وقتی که بلند شد ارتفاع گرفت بسیار سنی جالب و درخراش و بسیار یک صحنه بود که واقعا نمیالم که مرا یادم یه یک تکان میخورم. کای او بودم وقتی که از نقطه را تثبیت کردن، از دایره خارج شدن، از این بدنی تیاره ما جدا شدم. وضعیت گرفتم در فضا مثل این عین آب بازی وره، وضعیت گرفتم نورمال در فضا آمدار میامدم. یک وقتی همی القره کش کردم که پراشوت باز شود، پراشوتم باز شود و یه چتر ما مثل که سابق یک تکی تر تافتر رو بتکنی، اما چتر هر انسان هم تر یک تکان میته. یه چتر ما او قسم یک حرکت نکرد، اما تر یک صداگه که خفیف داد و بالی سرم رفت. بسیار تپ و تلاش کردم، امی سیستم های از ایره تکان دادم که اگر باز شد این باز نشد. یک وقت او که سیل کردم پایین متوجه شدم که ما خوب به زمین رسیدیم، نزدیک شدیم زیاد اما تو راجل دمی دستم سابقه یک انگوشتر بود و قرآن شریف نوشته بود، دیره ماج کردم، گفتم یا آقا وسو لازم دست اگه امی قیدار رو زدم، قلفه رو پچق کردم، چتر اصلی از شانه های ما رفت و ما پس راسته شدم روی با آسمان. وقتی که راسته شدم امی پراشوت ایتیاتی که پیش روی سینه ما می باشه امی رو کش کردم، مگم خوردم به زمین امی تلای بود مکمل جدا شده بود. و امی گردباد به حد دوست دارم، شمال گردباد نیست، تصادف دمی زیر چترم گردباد داخل شد و من رزیج گرفت و سوفتیدم تا شدیم دیگه. ای یک سنه بسیار دلخراش است و ای در نادرات است. با تمام مملکت ها با پاراشوتیست هایش یعنی صحبت مسلکی کردیم، صحبت کردیم، گپ زدیم و یه قصه که ما میکردم که سرمای توری یک حادثه آمد برای همه واقعا جالب بود، برای هیچ کس اتفاق نیفتیده بودم، که من توانستم در ظرف 2-3 ثانیه خود از مرگ نجات بدم. بسیار جالب بود. جایتان خوابگار نشده بود؟ طبعا دستم در شکمم داخل شده بود، از اینجا بر آمده بود، خوابگار شده بودم دیگه. مگم چتر من آنقدر گری خورده بود، آنقدر گری زده بودنش که ما در فضا هر قدر کوشش کردم باز نتانستم. شکر که بخیر گذشت سرتان. تشکر، سلامت باشی اسنا جان. مثل این گپا بسیار گپای دلچسب و شیرین دیگه هم در برنامه داریم عزیزا، ولی بعد از یک وقفه که برگشتیم با شما دوستا هستیم و همراهیتان هم خواهد. تشکر از همراهیتان عزیزا، بازم خوش آمدین و پیش از اینکه ادامه بدیم برنامه را، عکس های بسیار مقبول و بسیار چی بگویم جنرال صاحب، عکس های بسیار شیرینتان به دسترس ما قرار گرفتم، مقبول، زیبا، دوستا همکاری کردن یکی از اون عکس ها یعنی یک سکه من دیدم به یاد امو دوران طفولیت، شیرین ترین دوران زندگی ما و شما افتیدم که طبیعتا دوباره برگشتنی نیست. دوره پادشاهی است. بله.
دوباره برگشتنی نیست و ده پهلوش یکی از در یک سن و سال قرار دارین که من مطمئن هستم که تمام آرزوهایتان فامیل برآورده می ساخت. همونطور هستم؟ صد فیصد طالب میکنن. خانوادیم بیاد دوستم داره. این چند سالگیتان باشه؟ چه خبر دارم شما پیدا نمیفهمین. و از جمله عکس ها ای هم با لباس نظامی دوستا ببینین؟ خاطرات مرا تازه کرده میری حسنا جان. ای عکس از بیرق معلوم میشه که ایالات متحده امریکا باشه؟ پنتاگون امریکاست اک بله. اما وقتی که تازه از بین رفته بود اینجا رفته بود. ای هم یکی از عکس ها؟ و ای هم بزرگای تماما مملکت هاست، وزرا هستن، معاونین رئیس جمهور هستن. در وقتی است که من لقب قهرمان زن جهان گرفتم 2005 سال 2005 در شهر واشنگتن دی سی امریکا از طرف جامعه بین المللی و اینا هم تصویرهای افتخاری هم رای ما گرفتن. بسیار خوب. سه خانم بود که لقب گرفت که از آسیای میانه ما بودم. ای هم مربوط همون دوره میشه؟ این تصویرتان؟ آه اوکی، یار از کجا کردین؟ امی خواهری که در پالوی ما هست یه هم روی ما یک جایزه را گرفتی در استر محکمه امریکا بود. کدامش؟ امی؟ بله بله بله. یک خواهر ما دکتر سب پندی لیزارایز بود وزیر خارجی امریکا، یکی امی خواهر ما بود و یکی ما بودم. امی سه نفر افتخار به افغانستان آوردین. سلامت باشین. این دیگه ای هم بازم یکی از امو اکسکا. خب گفتیم که دوره دوری پادشاهی است. پشت چی امو دوران دق میشین زیاد؟ وقتی اکس ها را دیدین و یا میبینین؟ مادر خود، مادر نازنینیم که واقعا به مادر خود اگر بگویم خدمت کردیم هم کم است و اگر بگویم نکردیم هم کم است. حسنا جان خودت هم یک مادر هستی. بله. وقتی که طفل گریه میکنه چی حالتی سرت میه؟ چقدر مشکل متقبل میشی؟ آفرین با مادر ما، فدای خاک پای شوم، فدای نام شوم، فدای جان شوم که هر جمپی که ما کردیم، هر پرتابی که ما کردیم بالای مادر نازنین ما چی گذشته؟ واقعا قهرمان ترین زن در دنیا و والده ما است، مادر ما است. و هر پرتابی که ما می کردم ای یا در کوی بیمارو می رفت و یا در کوی کاسابرج شهر قدیم ما و شما از بس دلش نارام می شد، ناراحت می بود. واقعا یک دفعه ما پرتاب داشتم پایلوش دا چارایی عبدالق آمده بود. بسیار واقعا سر مادرم بسیار سخت ما شده ولی مانیتان نمی شدن. نی با وجود از اینکه مانع نمیشدن تشویق هم میکردن. مشکلات بسیار زیادی بود که ما باید امی کار رو میکردم. زحمت میکشیدم. ای آشا و ای باتی فامیل بار دوش ما بود. بیوه ها و یتیما و ملولین بار دوش ما بود. مجبور بودم که ما باید بر از اینا زحمت میکشیدم. بر از اینا کار میکردم و بر از اینا و در پهلوی از این گپا عشق علاقه تانم به می کار بود. هر دوشی آن قدر غرق بودم حسنا جان در مسلک خود، در وظیفه خود و در خدمت خود بر فامیل خود که هیچ چیز دنیایی به یاد من نبود. بسیار سخت. ای هم امو جایزه است که به دست آوردین؟ بله. در سال 2005؟ بله. یه دیگهش هست و دیگهش هست. ما جوایز به حد زیاد گرفتیم، به حد اندازه از تمام مملکت. کسی برام گفت که دیوار خانه تان، اتاقای تان پر از مدال و پر از عکسای پر از خاطره است. بله 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 بله, 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 بله. این تصویرتان هم با لباس نظامی و مدال ها. حسنا جان یار از کجا پیدا کردی؟ ما پس امانت گرفتیم، امانت پس میدم. واقعا وقتایی بوده که پرتابا میکردیم، جوانی بود. از جمله عکس های پر از خاطره تان؟ بله عمر از شیرین عمر چطیری جی دریغه دریغه دو بو پسی بایی جی دریغه دریغه. هم دکتر سای ناشناس که بسیار سخت برش علاقه من دستم بسیار یک خواندن خوب مقبول کرده و اینه به موسیقی هم علاقه من هسته. این فامیدیم که دکتر سای ناشناس دوست داره و شوهرها شعرهای بسیار قوی را هنرمندای نازنین ما با انجرهای طلایی خود واقعا به اوج بری ناشنا میکنند.
چون از شعر و شاعری صحبت کردیم، کسی برام گفت که شما خودتانم بسیار خوب شعر می سراین. حسنا جان، نازنین، شعر یا از بسیار درد میشه یا از بسیار محبت میشه. واش شعر واقعا ما وقتی که چیز را ببینم سر روح و روانم تاثیر کنه، باز اون وقت شعر می خب از درد زیاد یا نه؟ یا از درد بسیار یا از محبت زیاد. محبت بسیار زیاد. خداوند صلح سرتاسری در افغانستان بیاره. الهی آمین. 30 سال از ما چیق میزنیم بیشتر که صلح بیاید، صلح بیاید، صلح بیاید. تحمل دیدن بیوزن دیگر نداریم، تحمل دیدن یتیم نداریم. حسنا جان واقعیتش میگم، شخصا من خودم تحمل دیگه ندارم که بیواره در افغانستان ببینم، طفل یتیم ببینم، افغان خودم معلول ببینم، معیوب ببینم. بسیار سرم سخت تیر میشه و هی آرزو رو همیشه میکنم که خداوند هر چی زودتر صلح را در افغانستان با خیر و عافیتش بیاره. بسیار خسته شدیم، به حد خسته شدیم. خداوند افغانستان هم مثل دیگه مملکت آوره، الهی آمین، راحت و آرام بسازه و این مرض به کلی خداوند از این مملکت ها گم کنه، از تمام کره دنیا، که بشر راحت شد و آرام شد. الهی آمین. واقعا نظامی های خدا بی حد دوست دارم. اگر متقاعدین هستن، اگر رسمی فعال هستن، اگر در قرا و قصبات هستن یا در جهبات هستن، در هر کجایی که هستن، دادسته برایشان یک سلام خاص. خداوند نگاهتان کنه، خداوند قوتان دیر نکنه. الهی آمین. نازنین، الهی آمین. محمدیون شما هستیم، شکر که هستین و همواره دعا میکنیم که شما در هر جایی که هستین سربلند باشین و همیشه موفق و همیشه پیروز باشین. انشالله. یک وقفه کوتاه میگیریم عزیزا، باز هم بعد از وقفه برمیگردیم با شما دوستا هستیم. تشکر از حامیای برنامه اکسپول انرژی درینک و جوس نکتار طبیعی شفا. ما برمیگردیم و با شما عزیزا هستیم. بیننده تلویزیون طلو هستین، تشکر از همراهیتان عزیزا. و ما بعد از وقفه با یک تغییر آمدیم در برنامه. این تغییر شما میتونین که خودتان امیال در لباس جنرال صاحب خاتول ببینین، لباسی که لباس اصیل افغانی ما و شما و پر از قصه و داستان است. هویت ماست، لباس ملی ماست، افغانیت ماست، که من افتخارش دارم که با می لباس امروی 35 مملکت مسابقه دوستانه دادم و خوشبختانه همایز مقام اوله و در پلوی ازی 35 قاب مدال هم آورد. این لباس لباس افتخار آفرین است دیگه واقعا. و تا هم روزی لباس البته سیف بود و امروز بعد از چند سال بیرونش کردین؟ تقریبا چیز کم 30 سال بعد میشه که لباس برآمده. جنرال صاحب، بسیاری لباستان وزمین است، گرنگ است، یعنی با وجود از اینکه امو پراشوتی که شما امرای خود حمله میکنین او هم گرنگ است، چطور تانستین مسابقه بتین با این لباس گرنگ و وزمین؟ والا حسنا جان قند او وقت وزنم کم بود نظر با مگم لباس که برابر تانست ایش تغییر نکنه؟ والا تغییر کده، مگر بزرگترین جای افتخاری است که ما با امی اننی خود، با می دود و دستور خود، با می رسم و رواج خود، با می گرنگی، با می هر چیزش واقعا افغان است که گوزمین از گرنگ است. بله بله، افغانیت خود و شجاعت خود، لباس اصیل و مردانگی خود. تاریخ 5000 ساله داریم، باید گرنگ باشه، باید گوزمین باشه. در پهلوی از اینکه با این لباس شما مسابقه دادین، فرهنگ ما را، لباس اصیل افغانستان را بیرون از مرزها، قسمی که گفتین با 35 کشور مسابقه دادین، این لباس خاطرات شاه‌ها و رئیس جمهورها و کلانای گذشته ما را همچنان به خود داره، همونطور است؟ طبعا. مثلا و مهمتر از همه ای از که دختش خودم کردیم و هر سوزنی که زده میره دوختیم و بسیار
یک دلچسپی با یک عشق با یک محبت. یکی از ویژگی های خوبتان خیاط هم هستین. و همی یخنش هم خودم دوختیم. اصنا جان خان این چیزایی که میبینین ای را ما مفت نگرفتیم، ساده به دست نیامدم، ساده به دست ناوردیم. بسیار مشکلات هزیمه متقبل شدیم. با بسیار زحمت ما این جنرالی را گرفتیم، با قیمت سر خود گرفتیم، با قیمت خون خود گرفتیم. ما جنرالی را مفت نگرفتیم، تماما مردم افغانستان شاهد است. جوان بچه بود، قصهش طولانی است، هم تو خلاص میگم. یک روز در موتر بالا شدم، کتش تکسیران بود، گفت جنرال صاحب سرتو ما بندی شدیم. ما گفتیم چرا، ما چی کردیم تو را، چی گفتیم؟ تعجب کردم. بسیار کوتاه براتان میگم، بسیر بود نامش. گفت جنرال صاحب تو از بالا پایین میامدی؟ گفت ما میدویدم. گفت ما را پلیس ها گرفت، گفت تو کی صبر هستی؟ و ما میگفتم که خدای من این را یک دفعه از نزدیک ببینم. خب دیگه قصهش مان بود. من گفتم چرا مو وقت نگفت نرسیدم؟ عاشقتان که نبود؟ والا عاشق خود، عاشق مسلکم، عاشق شجاعتم، عاشق وطن دوستیم، عاشق کار کردایم. بله عموما مردم افغانیم است. واقعا به من سخت احترام دارن، واقعا دوستم داره و من هم سر میمانم برشون و خود برشون فدا میسازم. جنرال صاحب، شما از جمله خانمای افغان هستین که همسرتان در سن بسیار جوانی از دست دادین، یعنی یک سال با هم زندگی کردین که بعد از او باز خداوند مغفرتشان بکنه در همین جنگ های خانمانسوز همسرتان شهید شدن. تنها همسرم نی، برادرم، ایوارایم، بچه گاگایم، تقریبا 19 نفر از های خانواده خودم از دست دادیم. واقعا حادثه صورت گرفته بود؟ خب جنگ های خانمانسوز بود، تنها سر من بود، سر کل مملکت بود. جنت نصیبشان به همه رفتگان دعا میکنیم. سوال من اینجاست که در اون سن جوانی چطور تصمیم نگرفتین که دیگه ازدواج بکنین؟ اسنا جان یه حرف همگی بر من میگم، من در فکر عروسی نبودم. من به فکر ازی بودم که من بیوه و یتیم خدا چه قسم اعاشا و عباده کنم، چه قسم بر از اینا یک روزی حلال پیدا کنم، چه قسم طفل یتیم خود سالم به جامعه تقدیم کنم، چه قسم به درس و تعلیم از اونا برسم، چه قسم مصدر خدمت به مردم و جامعه خود شوم، چه قسم ما خود به مسلک خود برسانم، با اون مسلک خطرناک و دشواری که ما داشتم که هر لحظیش تهدید از مرگ بود. صبح که از خواب بیدار می شدیم، بعد از نماز خوندن جهار جمع کو، چای دم کو، طفلا را آماده بساز، مکتب برن، باز ور خطا می دویدیم. بعض وقت چای می خوردیم، بعض وقت نمی خوردیم که باش موتر عمل از پیش ما نره. خانم های امروز خب پاچه هستن، بر هر کدامشان موتر استاد است، تلفون های موبایل در جیبایشان است، تلویزیون های بسیار لکس است. امروز بسیار تکنولوژی ما پیشرفت کرده و ما منتظر بودیم که تلفن آنالوگ چی وقت زنگ رخ میکنه به خانه که خبر بگیریم. نان خوردن، نخوردن، مکتب رفتن، نرفتن، جور هستن، ناجور هستن. و اوسو اگر بار می بود در هفته سوزان در می گرفتیم که چتر بسته می کردیم. و اگر زمستان خنک می بود از خنک دستای ما یخ می شد، قاق می شدیم. گشنه و تشنه که باش تو که از وظیفه خود ما پس نمانیم. وظیفه خود این 35 قاب مدال بچه مخورایگان نگرفتیم. ما از سر خود گذشتم. با پراشوتی که 30 سال از تاریخ از او تیر شده بود. و جواز نبود که ما با او چتر دیگه پرتاب کنم، مگر به خاطر از اینکه هویت زن افغانه، شجاعت زن افغانه، دلیری زن افغانه، قوت زن افغانه به دنیا نشان بتم و بر از اونا بفهمانم که زن افغان چی میتونه کرد، چی باید کرد.
من یک قربانی رو دادم و پرتاب کردم. در همین استودیوم افغانستان که از طرف حضور بابای ملت حل متوکل الله محمد ظاهر شاه مرا سه بار در آغوش خود گرفت در استودیوم افغانستان. رئیس جمهور ما جلالت ما آمد کرزی فدای نامشم، بسیار سخت احترام دارم با تک تکشان، با همشان، با می وزرای ما، با می کلانای ما، با وزیر دفاع ما، با معاونینش، با لوی درستیزش، با وزارت داخله، با همشان یک احترام خاص. واقعا در پالوی ما مثل یک بزرگ استاد بودن. کتا میخواییم بفهمم بزرگترین آرزویتان که قسمی که گفتین ما به آسانی به جنرالی نرسیدیم و یایی که امروز چون یک چهره مطرح هستم به آسانی این مدال ها و این دستاوردها را به آسانی به دست نیاوردیم به قیمت جانتان بوده. میخواییم بفهمم بزرگترین آرزویتان که به خاطر از او آل دگه زیاد تلاش میکنین چی است؟ سال به خاطر سال به خاطر آرامش سخت آرزو دارم که ما مثل مملکت های دیگه بتونیم هر ولایتم از یک مملکت کم نیست. بله. هر بله. ولایت افغانستانم از یک مملکت کم نیست. با مو دود دستوریش، با مو میمان نوازیش، با مو شیرین زبانیش، با مو حالت خود میخوایم که بگردم در تمام ولایت های افغانستان. ما هم به امید سال قسمی که شما هم گفتین 30 سال یا بیشتر از او است که ما همه ما آرزو میکنیم به خاطر آمدنش دست بلند میکنیم و همه ما دعا میکنیم که یک صلح سرتاسری در این مملکت حاکم شود که ما همه ما بتانیم در این کشور خود ما و شما در آغوش مادر وطن با هم مثل خواهر و برادر یک جا زندگی بکنیم. الله آمین. خداوند همه ما را با رضای ما برسانه. شما هم بیننده های عزیز همه مرگ هیچ افغان خدا دیگه نبینه. الهی آمین. خداوند همه را برسانه مثل تمام مملکت ها افغانستان ما با اوج برین آشنا شوه. الهی آمین. و مثل دیگه مملکت ها اما تارم آسوده و خوش خندان باشه. الهی آمین. رسم و رواج و دود دستوری که داریم خداوند یک صلح سرتاسری در افغانستان. الهی آمین. کل افغانای ما آرام شوه. الهی آمین. ما هم وقفه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم. عزیزا گرچه در پایان برنامه هستیم، در قسمت آخر برنامه هم گفای بسیار جالب داریم که با شما دوستا در میان میگذاریم. اما پیش از اون اکسپول انرژی درینگ بنوشین، خوشمزه است زیاد و همچنان باعث تقویت ذهن شما هم میشه. جوس نکتار طبیعی شفا هم تمیل کننده برنامه هست و ای دیگه که روز هاست دوباره براتون میگم بسیار خوشمزه است. در دوران طالبا شما کجا بودین؟ در امی افغانستان نازنین خود بودم، با می افغانای نازنین خود بودم. ای جای نرفته بودین؟ ای جای نرفتیم نمیرم. تقاضای مردم به حد زیاد است مگم نمیرم. افغان هستم، از افغانستان هستم، با افغانای خود می باشم با هر حالتش که باشم. باش که یک موضوع را اینجا بگویم. در اون دوران بر مردا کار کردن بسیار دشوار بود. چی مانده به یک خانم نظامی که کار بکنه؟ چه قسم خانواده را تمویل میکردید؟ والا در اون وقت مربافی میکردیم، خیاطی میکردم، بعض وقت طفلها را درس میدادم. دیگه در پولوی ازی از طرف صلیب سرخ، از طرف صلیب سرخ به خانه ها یک یک بوجی گندم توزیع می شد. باز امی لباس ها را می دادن که دوخت کنند یا لیافت دوزی می کردن. باز اونو کارا را می کردن دیگه. کسی که پشت کار داشته باشه به هر حالت خود از گرداب می کشن. یک را پیدا می کنه. از گرداب خود می کشن. بیشتر هم یادآور شدین که بسیاری قسمت های لباس تان خودتان دوختین. بله بله. اما ترست؟ آه این آمکایش خودم کردیم. ای چرمگه کارم خودتان دوختین در چادر تا نه خیر. ای چرمگه که خودم دوختیم مگم ای نشانی دکتر صاحب نجیب راست. امی فیتی که شما میبینین اینجا وقتی که ما در کلوب سپورتی کال نیست که در کلوب سپورتی جشن بود، یک مراسم بود، پرتاب کردم پایین شدم، امی لباس در جانم بود. خدا مغفرتش کنه با جمله شهدا. امی فیته را گرفت در امی موین بسته کرد، گفت زود برو که نظر نشی. دیگه بازم اون فیتگه کدم این چادر خود دفتیم. خدا میدانه از کجا کده بوده اون فیتره دفتر؟ نمیفهم دیگه، ما در فضا بودم.
که اینا چیز را افتتاح کرده بودن. چی که بود دیگه خوب خوب مراسم های قوی قوی بود در اون وقت هم. اما چی در دستش بود بازر میره داد دیگه مون نشانی از زیره کنجکاو شدم. ای فیتر را گفتین که نشانی دکتر صاحب نجیب است. بله. دیگه کدام از اینا نشانی کدام یک از اشخاص شناخته شده است؟ والا یک زودش از والدیم است که برم مانده. برم مانده دیگه بسیار تایف برم دادن همگی وقت. مادر بودن سخت است یا پرتاب است هواپیما؟ اردوش. به عنوان آخرین سوال میگن کارهای خانه رم از امو اوایل تا این میال بیشتر کارهای خانه بیشتر چی که کل کار خانه رم خودتان میکنید؟ بله. در کدام کار زیاد مهارت دارید؟ من چیز دوکایا دارم بچه جا. در تشت کالا ششتین؟ در دورانا که ماشین نبود؟ بله. در سماوات او جوش کردین؟ بله. تنور کردین؟ والا از تنور یک خاطره بسیار جالبه دارم. در اول خب فضایی که در افغانستان آمده بود بسیار دشوار بود، نانبایی یه چیز نبود. بله. در منطقه ما یک تنورک جور کرده بودن، وقتی که خمیر کردن خود در کجا پخته میکردیم دیگه. نانبایی زنانه هم وقت نبود، هیچ چیز نبود. بسیار شرایط دشوار و خطرناک بود. در همینجا خب امی خانم ها هر کس نان خود پخته کرد رفت. ما چون واقعا نان پخته نکرده بودم، واقعیتش میگم هیچ وقت، امی زغاله را جور کردم و رسیدن خمیر هم نمیفهمیدم که چی رقم میرسه. خب ایرم پرسان کردیم، خمیر رسیده، زغاله کردیم، کمی نان گرفتم که بزنم در تنور رفتیدم. زنا کشم کرد، این دستای پاک کل شوله کرده بود. خود در سر قوم آتش افتیدین دیگه. بیخی دیگه وضعیتم خراب بود. با وجودی که سوختیم اما ترسبی شدم، گفتم با قرآن که نزنم در تنوره گفا. امی زغاله رو گرفتم کمی زدم، امی اولای دستم کلش دمو خمیر اما تمون حسنو جان قن خونه کم بود، یک سوخته داشت. ایردهی گرفتم یک خک و برف همانم که سوخت از یارم شویده او گرفت. خود تیر شد دیگه. امکانات صحی هم وقتا و قدر زیاد نبود. بسیار مشکلات دیدیم بسیار. مگر نان زدم در تندور. مقصد زده تا پورا کدین همو ترسه؟ گفتم که نزنم خدا کفار. مگر نان زدم در تندور. تا آخر برنامه خوب شد، معلوم شد که شما یک آدم زیدی هم هستین. تا که زده تا پورا نکنه نمیمانه. ولی زد نمی کنم. دوست دارم. با اراده هستین. هر چیز یاد داشته باشم. از کس باید پس نباشم. بسیار تشکر. بسیار خوش آمده. خوش باشید. از شما بیننده عزیز هم تشکر. هفته بعد باز هم با یک مهمان در خدمت شما دوستان می باشم. تا هفته بعد همیتان را به خداوند پاک امانت می کنم. همچنان ممنون از حمایه کننده برنامه اکسپول انرژی درینک و جوس نکتار طبیعی شفا. وقت شما به خیر باشه. برنامه های بعدی تلویزیون تولو را فراموش نکنین. سر بلند باشه.